در سلسله آموزش برنامه ورد در تب رفرنس هستیم. بعد از این از قسمت فوتنوت میتونین استفاده کنین. در ادامه میخواییم شما با موضوعات مثل انزر سایتشن، موضوع بیبلیوگرافی، با اینی موضوعات میخواییم که آشنا شوین. یعنی در کل میخواییم که از قسمت سایتشن و بیبلیوگرافی میتونین استفاده کنین. خب، این موضوعات استفاده زیاد داره. زمانی که شما یک پایان‌نامه یا مونوگراف داره تهیه میکنین، زمانی که یک کتاب تهیه میکنین، زمانی که تزیس تان آماده میکنین، ضرورت میشه که هم از قسمت سایتشن استفاده کنین و همچنان ضرورت پیش میاد که از قسمت بیبلیوگرافی استفاده کنین. زمانی که شخصا خودم پایان‌نامه دوره لیسانس خود تهیه کردم، ضرورت شد که از این قسمت‌ها استفاده کنم. پس با این موضوعات می‌خوایم که شما آشنا شوین. ادامه ویدیو رو بیننده باشید. سلام، عارف حسینی هستم، به کانال آی تی وید خوش آمدید. هفته چندین ویدیوی آموزشی به طور منظم در کانال آی تی وید اپلود میکنم. بنابراین برای اینکه ویدیوهای بعدی را از دست نتین، کانال سابسکرایب کنید و علامت زنگ فشار بکنید. خب، برای اینکه به مشکل درست شما بفهمین و بتونین از قسمت سایتشن و بیبلیوگرافی استفاده کنین، اگر مستقیم بیاین بر شما موضوعات توضیح بتم کار کنم، شاید موضوعات برتون گنگ بانه. میخوایم مونوگراف که ما تهیه کردیم را بر شما نمایش بتم، نشان بتم. اینجا میایم روی مونوگراف و میبینین که فهرست مطالب مونوگراف ماست. سمت پایین حرکت میکنم تا بیایم به یک تاپیک، به اون موضوع مورد نظر برسیم. من سمت پایین حرکت میکنم. سمت پایین حرکت کردیم، موضوعی که اینجا داریم اینترنت آف تینگز، اینترنت اشیاس، و همی متنی که مده مونوگراف خود تهیه کردیم یا هر متنی که شما تهیه میکنین، همیشه یعنی خودتان نمیتونین که کل موضوعات از ذهن خود نوشته کنین. همیشه ما یک منبع میخونیم، بعد از اون میایم با تغییرات یک متن جدید یک موضوع جدید نوشته میکنیم. همیشه زمانی که مونوگراف تهیه میکنیم، زمانی که تزیس تهیه میکنیم، زمانی که کتاب تهیه میکنیم، حتما همون متن رو که ما نوشته میکنیم از یک منبع گرفته شده. پس دو سرت میبینین سمت پایین، زمانی که حرکت کنم اینجا در قسمت پایین میبینین که شماره دو است و این من مشخص کردم. اینجا گفتم که من همین متنی که فعلا در این قسمت نوشته کردم از کدام منبع گرفتم، شماره دو. خب، موضوع بعدی اینجا که داریم، مثلا IoT Today، عنوانی که داریم، سمت پایین حرکت کنم بازم میبینین شماره سه. خب، اینجا شماره 3 این موضوع رو میرسونه که معمی متنی که نوشته کردیم از یک منبع گرفته شده. معلومات اون منبع در کجاست؟ در شماره 3 است. خب، شماره 3 چی؟ شماره 3 رو میتونین داخل کتاب پیدا کنین. اینجا در حقیقت آمدیم در آخر هر پاراگراف، ما رفتیم در تیب رفرنس انزر سایتشن، سایتشنشان کردیم. باز بعد از او کل منابع رو در حقیقت در هر شماره معرفی کردیم و این منابع خود در آخر مونوگراف ما درج کرده که موضوع موضوع رفرنس میشه. این حالا ببینید در این قسمت میخواییم آخر کتاب بر شما نشان بتویم. اینجا رفرنس یا بیبلیوگرافی رو داریم، رفرنس فعلا مشخص شده. شماره 1 از این من به معلومات خود گرفتم، شماره 2 از این من به معلومات خود گرفتم و شماره 3 همو پاراگراف کجا برتون نشان دادم، ما از اینی من به از این وبسایت معلومات خود گرفتم. یعنی تو میتونین از موضوع استفاده کنین. خب، چطور در شروع زمانی که ما اقدام میکنیم چطور کار کنیم؟ بریم ببینیم. کنترل N یک محیط جدید ایجاد میکنم. حالی بر فرض مثال درباره کامپیوتر ما اومدم یک مقدار متن نوشته کردم. همین متنی که من نوشته میکنم حتما از یک منبع دیگر گرفتم، حتما یک منبع خارجی دیگر مطالعه کردم، بعدش اینجا متن نوشته میکنم. علامه مساوی رن قوس باز، بعدش هم بر فرض مثال یک چهار پاراگراف مشخص میکنم، بعدش هم جستفایش میکنم، مشکل رفع است. ببینین اینجا در آخر همی قسمتی که پاراگراف من ختم میشه کرسر خودم میمونم و حالی میگم که همی متن را که من فعلا نوشته کردم از کدام منبع اخذ کرده. پس کرسر در قسمت آخر ماندم، میرم در صحه رفرنس و بعدش هم میرم در قسمت انزر سایتشن و اد نیو سورس، سایتشنش میکنم. میم بالای اد نیو سورس کلیک میکنم و بعدش هم میبینین چقدر خوب میگه همون منبعی را که شما مطالعه کردین که پاراگراف اینجا نوشته کردین اون منبع شما چیست. اول نوعیت منبعتان شما باید در قسمت انتخاب بکنین. منبعتان یک جورنال بوده، منبعتان یک کتاب است، منبعتان چیست؟
منبع خودم میتونیم و شما از این قسمت انتخاب بکنیم. خب برای فعلا منبع خودم من انتخاب میکنم. چیزی که انتخاب میکنم فرض کنم که یک کتاب مطالعه کردم. میم کلیک میکنم اینجا منبع خود انتخاب کردم کتاب. آتور این کتاب کی بوده؟ نویسندش کی بوده؟ میم مشخص میکنم بر فرض مثال نویسندش محمد علی داخل قوس. اینجا تخلصش مشخص میکنم حسینی بوده. آتور مشخص کردم، بعد از اون تایتل کتابتان چی بوده؟ می مشخص میکنم کامپیوتر تیپس بر فرض مثال. نام کتاب مشخص کردم و بعدش هم اینجا می مشخص میکنم سالش که او کتاب در کدام سال تهیه شده بوده. می مشخص میکنم مثلا کتاب مربوط سالهای 2005 میشده، درست؟ و سیتی در کدام شهر بوده؟ می مشخص میکنم کابل و پابلشرش کی بوده؟ می مشخص میکنم بر فرض مثال پابلشرش آریانا بوک ایجنسی بوده. میم کلیک میکنم بالای موضوعی بنام اوکی و میبینین چقدر خوب اینجا سایتشن شد و به اینی استایل آمد. خب این استایل های سایتشن تانا میتونین خودتان انتخاب بکنین که اینجا به کدام استایل ظاهر شود. اگر میخواستین که استایلش را چنج کنین سایتشن کردیم، پس در او صورت میتونین استایلش را چنج کنین. مثلا میتونم از استایل جی بی 7714 استفاده کنم. میم کلیک میکنم اینجا، این استایلش متفاوت نیست. میم کلیک میکنم اینجا، خب یک استایل دیگر انتخاب میکنم اینجا هاروارد. میم کلیک میکنم اینجا تغییرات نامت. میم کلیک میکنم دوباره یک استایل دیگر انتخاب میکنم، خب آی تریپلی. میم استایل آی تریپلی رو انتخاب میکنم و مشکل رفع است. استایل انتخاب کردیم، باز میتونیم کار خود ادامه بدیم. میم مشخص میکنم موضوع بعدی مثلا در ادامه درباره هاردویر یک مقدار متن نوشته کردیم، یک شش پاراگراف میم مشخص میکنم و بازم همین پاراگرافی که من نوشته کردم حتما از یک منبع اتخاذ شده. بازم میم بالای موضوعی به نام انزر سایتشن آلی فامیدین دیگه. بالای کدام گزینه باید کلیک کنم؟ هات نیو سورس. منبع رو باید مشخص کنم. کلیک میکنم اینجا و منبعتان چی بوده؟ این بار میم مشخص میکنم منبع ما میگم یک وبسایت بوده. سمت پایین حرکت میکنم اینجا ببینیم که آیا وبسایت رو پیدا میتونیم نمیتونیم. سمت پایین حرکت میکنم ببینم بله، موفقانه وبسایت تونستیم پیدا بکنیم. باز معلوماتش میتونین اینجا درج کنین. من معلومات کامل درج نمیکنم. وب پیج خود اینجا مشخص میکنیم به طور عمومی وبسایت www. می مشخص میکنم بر فرض مثال کامپیوتر تیپس، یک مثال است فقط .com. وبسایت به طور کلی اینجا مشخص کردیم، ولی همون مقاله ای که ما خواندیم رو اگر کسی در این وبسایت مراجعه کنه بر فرض مثال پیدا نمیتونه، برش مشکل است. خب همون پیج URL شا میتونیم ما شما در این قسمت پیست بکنیم. به گونه مثال میایم اینجا گوگل کروم باز میکنم، فرضاً دیگر همون مقاله ای که شما مطالعه میکنید در قسمت بالا اینی توی یک آدرس میداشته باشه. میایم کلیک میکنم، بعدش هم کنترل سی کپی میگیرم، درست یک مثال است فقط، و بعدش هم بنان مشکل رفع است. URL شا در این قسمت پیست میکنم، چی باید بگویم؟ کنترل V، و بعدش هم مشکل رفع. سایر دیتیلش هم میتونین در این قسمت شما در صورت ضرورت فیل کنین. بعدش هم بالای گزینه بنام اوکی کلیک میکنم و این قسمت هم میبینین چقدر خوب سایتشن شد. بلا فاصله به می سیستم تعداد پاراگراف هایی که شما میخواین منبعش باید ذکر شوه سایتشن شان میکنین و به می سیستم پیش میرین. استایلش هم براتون مشخص کردم که میتونین از اینجا تعیین بکنین و یک موضوع دیگه که همین منابعتون رو میتونین منیج کنین. بالای موضوعی بنام منیج سورس کلیک میکنم و در صورت خواسته باشین از اینجا منابعتون رو حذف بکنین، میتونین حذف بکنین و اگر خواسته باشین که درش تغییرات بیارین میتونین تغییرات بیارین. مثلا اینجا www.computertips.com اما منبعی که من اضافه کرده بودم در بعضی از قسمتهایش مثلا تغییرات میارم. بالای موضوعی به نام ایدیت کلیک میکنم و بعدش هم میتونم تغییرات بیارم. مثلا سالش هم مشخص میکنم مربوط سال 2020 میشه، چیز ذره در این منبع اضافه کردیم. بعدش هم بالای گزینه به نام اوکی و بعدش هم کلیک میکنم بالای موضوعی به نام یس و بعدش هم کلوز، مشکل رفع است. و اگر خواسته باشیم که این منبع کلن از بین بره، باز در اون صورت بازم از قسمت منیج سورس میتونین استفاده کنین و امو سورس تانه در صورت ضرورت شما میتونین دلیتشان بکنین. اونطور میتونیم در صورت خواسته باشیم منابع خودم و شما مدیریت کنیم. از کجا؟ از قسمت منیج سورس. بسیار خوب، با این چند گزینه آشنا شدین، زمانی که به میستون پیش رفتین مشکل شما رفع میشه. ببینید چقدر خوب اینجا پس دوباره بر میگردیم روی مونوگراف اصلی. من سمت بالا کمی حرکت میکنم، اینجا سمت بالا میبینین اینی ادامه مونوگراف ماست. این موضوعات از تکس و گپا همیشه همون منابع آدرسش در قسمت آخر مونوگراف، در قسمت آخر کتاب اضافه میشه. در این قسمت چقدر خوب اضافه شده.
پس ما باید بریم داخل چپتر خود، داخل کتاب خود، منابع خود اضافه کنیم. میم کلیک میکنم اینجا و برای فعلا چند منبع سایتشن کردیم؟ دو منبع. بر فرض مثال کتاب ما و شما ختم شد، آمدیم در آخر چپتر، در آخر کتاب میرم بالای موضوع به نام رفرنس کلیک میکنم و حالا میتونید از گزینه بیبلیوگرافی استفاده کنین، یا بعضیا با عنوان بیبلیوگرافی موضوع رو درج میکنن، بعضیا با عنوان رفرنس. فعلا میخوایم که با عنوان رفرنس موضوع رو درج کنم. کلیک میکنم اینجا و بعدش هم میبینید چقدر خوب در آخر چپتر اینجا منابع ما و شما ذکر است. در صورت ضرورت اینیتور میتونین استفاده کنین. منبع اول ما و شما اینجاست تلش و منبع دومم اینجاست تلش. بسیار خوب، بعد از این میتونین از قسمت سایتشن و بیبلیوگرافی استفاده کنین. فهمیدین که ابتدا سایتشن میکنین، بعدش استایلش انتخاب میکنین. اگر خواستین که موضوعات ادیت بکنین یا دلیت کنین، از قسمت منیج سورس استفاده میکنین و بعدش هم فهمیدین که در قسمت آخر مونوگراف، قسمت آخر کتابتون مین امو رفرنس شانه اضافه میکنین و مشکل رفع میشه. تشکر از توجه شما. لایک و کامنت یادتون نره. خداوند نگهدار شما باد.